شبهای مافیا در بازی شبهای مافیا بازیکنها به دو دسته اکثریت شهروند و اقلیت مافیا تقسیم می شوند. نقش هایی که از ابتدا جز صاحب نقش و گرداننده کسی از آن مطلع نیست. گرچه گروه مافیا در شب اول یکدیگر را می شناسند. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی از مافیاست و پیروزی مافیا در گروه برابری با تعداد شهروندان است. بازی در دو بخش شبها و روزهای متوالی انجام می شود. روزها همه نقش شهروند را بازی می کنند و در فرایند اتهام زنی، دفاع و رأی‌گیری تلاش می کنند مافیا را کشف و با اکثریت آرا از شهر بیرون نمایند. پس روزها نقش واقعی هر کس نباید دیده شود و بازیکنان فقط سعی بر متهم کردن مافیای واقعی و دفاع از خود دارند. در روز نقش گنجی در جیب بازیکن است. دانستن آن توسط بازیکن دیگر یا فهمیدن نقش دیگری در شب با تقلب یا هر گونه اطلاق نقش بازی را بی هدف می کند و باعث اخراج بازیکن توسط گرداننده می شود. در گفتگوهای روز نقش برای هیچ کس اهمیت ندارد و فقط تعیین گروه شهروندی یا مافیایی در کلمات و رفتارهای بازیکن ها حائز اهمیت است. هر روز پس از گفتگو با رأی‌گیری دور اول، بازیکنانی که بیشترین رأی اتهام را دریافت کردند از خود دفاع می‌کنند و با رأی‌گیری دور دوم که در خواب نیمروزی و چشمان بسته انجام می‌شود، یک نفر از بازی خارج می‌شود. در دور دوم رأی‌گیری هر کس یک انتخاب دارد. در بخش شب به فرمان گرداننده گروه مافیا از خواب بیدار شده و به صورت پنهانی لحظاتی را به مشورت می نشینند که کدام شهروند را مورد هدف قرار دهند. پس از آن گرداننده برخی شهروندان را نیز برای اجرای نقش‌های شب خود بیدار می کند. نقش‌های شب‌های مافیا. گروه شهروندان. شهروند. دو نفر از بازیکن‌ها نقش یک شهروند ساده را دارند که بالاترین مشارکت آنها در بخش روز و رأی‌گیری است. شهردار فقط یک بار در طول بازی می تواند دور دوم رأی‌گیری را ملغا و از خروج یک بازیکن جلوگیری نماید یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رأی‌گیری از بازی خارج کند. دکتر هر شب می تواند جان یک نفر را از شلیک شب نجات دهد. او جان خودش را فقط یک بار می تواند نجات دهد. روان پزشک دو بار در طول بازی می تواند قدرت مکالمه بازیکنی را بابت روان درمانی از او بگیرد. کاراگاه هر شب می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده برای تعیین وضعیت شهروند یا مافیا بگیرد. البته رئیس مافیا همیشه به او شهروند معرفی می شود. حرفه‌ای هر شب می تواند به یک مافیا شلیک کند، اما با شلیک اشتباه به شهروندان خودش از بازی خارج می شود. جان سخت با شلیک اول از سوی مافیا کشته نمی شود و البته از شلیک اول نیز بی خبر است. گرفتن استعلام نفرات خارج شده از بازی به عهده اوست و او دوبار می تواند استعلام وضعیت بگیرد. گروه مافیا، پدرخوانده مافیا. استعلام پدرخوانده برای کاراگاه همیشه شهروند است و تعیین شلیک شب از طرف گروه مافیا به عهده اوست. دکتر لکتر هر شب می تواند یک نفر را از شلیک نجات دهد. لکتر جان خودش را فقط یک بار می تواند نجات دهد. مافیای ساده. دو نفر اعضای مافیا که در شب با همراهی خود به پدرخوانده و دکتر گروه مشورت می دهند. در پایان رأی‌گیری بازیکن اخراجی از بین 6 کارت با انتخاب تصادفی وضعیتی را برای خودش یا بازی تعیین و اگر قرار به ترک کامل بازی بود او حق دارد 20 ثانیه بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید. و اما وضعیت آن 6 کارت. مسیر سبز. بازیکن اخراجی می تواند یک بازیکن دیگر را در مسیر سبز قرار دهد و به این ترتیب بازیکن دارای کارت در آن روز با هر اتهامی مسئول از رأی‌گیری و دفاعی است. فرش قرمز. یار اخراجی بازیکنی را متهم می کند و فرش قرمزی برای قرار گرفتن در رأی‌گیری پایان آن روز برایش پهن می کند. ذهن زیبا. بازیکن در حال ترک بازی با داشتن این کارت می تواند نقش یک بازیکن دیگر را حدس بزند و برملا کند. چنانچه حدس او درست باشد خود او به بازی بر می گردد. بیخوابی. در پایان آن روز بازی کسی نمی خوابد. زد و خوردی در شب وجود ندارد و بازی به روز بعد می رسد.
سرگیجه. بازیکن در حال ترک بازی با داشتن این کارت در هر نقش یا طرفی که باشد باید یک حقیقت مرتبط به بازی را وارونه بیان نماید و گرداننده این موضوع را تایید کند و سپس آن بازیکن از بازی خارج می شود. شلیک نهایی. بازیکن اخراجی در کنار گرداننده میماند و به جای مافیا شلیک شب را به انتخاب خودش انجام خواهد داد. بازیکن بعد از شلیک نهایی کاملا از بازی خارج می شود. بازیکنی که در رای گیری از بازی خارج می شود فقط با انتخاب کارت ذهن زیبا امکان دارد به بازی برگردد. پیروزی در حقیقت است. شبهای مافیا. سیلی تبعید شدی؟ تو هم تبعید شدی؟ آره خب من تبعید شدم. آره من بابا شما که خودی بابا. آخر من مثل خودت ناخودی هم. اینجا چیکار میکنی تو؟ چی باید برفات بریم کیش؟ خب 300 هزار کیلومتر بیشتر نی. میریم میرسیم. تو هم رسیدی به فینال؟ آره شما جای کی اومدی؟ من جای کی؟ کشکی تو اومدی فینال؟ بابا گفتم که خانما هست شده گفتم سید بیاد. جای خانما یعنی من بیام؟ فکر کردی؟ از اون کیا اومده؟ حقمو من نمیدونم ولی هر کی هست حریف نداری. ممکن نیست بتونن ما رو ببرن. بابا اونا نشستن بازی ما رو دیدن ما که بازی اونا رو ندیدیم که. صبر کن. دیگه کسی اینجا نیست. هیچ کی نیست اینجا. خدا داد. فرزاد حسنی، رضا داوود نژاد. بابا اینا که دیگه ولش کن خیلی. البته خب من شنیدم یه خورده ترس نکن ولی ما برنده ایم. آخه اونا بازی ما رو هم دیدن ما که بازی اینا رو ندیدیم که. همش بی‌عدالتی. همش بی‌عدالتی. 300 هزار کیلومتر میریم تا من حق اون کارگردان رو بذارم کف دست. من روان بزش بشم فرزاد حسنی و ارشب ساکت. من اون لحظه بزرگیشم با خدا رو ساکت. چشم ریز نایت میزنه نمیفهمیم ها. نایت هر کی بزنه. چشمن میزنن.
قصه شبهای مافیا رو به آخراش. اما بازی مافیا و قصه مافیاها ادامه داره. در شبهای مافیا ده ها هنرمند خوب و سرشناس کشورمون نقشهای مافیایی و شهروندی رو بازی کردن، بردند و باختند، اما از هم دلگیر نشدند. هیچ وقت هیچ کس مافیاهای واقعی رو دوست نداره، اما بازیگرهای ما در نقشهای مافیا هم جذاب و باورپذیر بودند. ما مافیا بازی کردیم تا یاد بگیریم فریب مافیاها رو نخوریم و به عنوان شهروندان مسئولیت پذیر همدیگر رو دوست داشته باشیم و پشت هم باشیم. این روایت ما از بازی مافیا است. شما هم روایت خودتون رو بازی کنید. حقیقت و روشنایی رو کشف کنید. ما برای همین تجربه زیبا اینجا هستیم. باید اسلحه هاشون رو تحویل بدن و بعد وارد بازی بشن و سرد و آرام بازی کنن. خون سرد و آرام، همین چیزاست که بازی مافیا رو جذاب‌تر می‌کنه. دیگه رسیدیم به فینال فینالیست ها. 12 نفر رو خواهیم داشت که همه رو به خوبی میشناسیم. نفر به نفرشون کلی تلاش کردن تا به اینجا برسن. با حالا 3 دست رقابت مهیج برای پایان این 2 فصل داریم. فعلا میریم به استقبال یک یک عزیزان دل فینالیست. شما دیگه فینالیست فینالیستی. شما رو در فینال فینالیست ها میبینیم. خوش آمدید. سلام. سلام. خوبی شما؟ بفرمایید. سلام. شما رو در فینال فینالیست ها میبینیم. خیلی
به به، خیلی مخلصیم. سلام علیکم. سلام از ما. شب یا روزه؟ الان روزه. روز بخیر. جناب آقای خدادادی عزیز خیلی خوش اومدین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. یا الله. بفرمایید. بفرمایید. سلام آمرزه عزیز. سلام آفرزاد حسن ازبور. آفرزادم زیادت میکنم. قربون قدم عزیزم، خیلی خوش آمدید. به 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 به، سلام علیکم. سلام علیکم. آقای جون با اسلحه میای بعد این همه مدت تیر انداز به خودم آورد. با اسلحه خانواده. آقای درخشانی عزیز دلم خوش اومدی سام، بفرما. اصلا تعویض بده سام. امیر مهدی جان کجا بود؟ سری هم اسلحه خودت قایم کرده بودی. نه این اسلحه اون شاهکش بود. این شاهکش. باز برد اسلحه رو. آقا بدم. بفرما.
آقا سید اصله رو همونده سر را بزار لحنیش آسد مرتضی شروع شد بازی نشده بازی نه بازی شروع شد ببین دیدیشون شروع شده حسین مهری شادو بادو یه نفری رو بردن سلام حسین جان کجا آمدی؟ دو اصل داریم دو ماد بچه ها ماشاءالله به همه تون واقعا نفر به نفرتون فوق العاده عالی بودید تا اینجا و به حقم اینجا هستید و همه افسوس میخوریم چرا حامد آره نیست حیف حامد جان ندارده اصلا یک نفرم نبوده که اینو نگه همه گفتن جاش خالی من میگم زنگ بزنین بهش ببینین اتوبوس رو دست کی میسپره everybody ladies and gentlemen اتوبوس دمه در آماده همه افسوس میخوریم چرا حامد آهنگی نیست حیف حامد جان سلام گرداننده ما رو خوب بگردون اشتباه اومده همه اعصاب ندارم یواش یواش منم دارم مافیامو بهتر میشناسم دوستانی که با من بازی کردن بازی منو میدونن من اگر شهر بشم نفس مافیا شهر بشم نفس مافیا رو میدونم و بیت هدیتون مگه رستوران اومدید میز حساب کنید این میز دوتا اون میز یکی بعد یه عمری تو رو شرمنده یه کامنت های مردم میکنم آن نظر شم دنیا دیر کنم یه اولین بار واقعا تا حالا تو روز بیرون نرفت تخت حامد آهنگی تخت افتخاری بود برای من با شما بازی کردم در نهایت بناش بر این شد که شما بزرگواران اینجا باشید و با هم رقابت بکنید به هر حال فینال فینالیستاست همه تونم این کاره اید تصمیم گرفتیم که در این سه دست یک تغییراتی رو ایجاد کنیم اول اینکه به درخواست خود همه شما عزیزان چشم‌بند گرفتیم برای شبها Yes. خب در واقع نظر اکثریت این بود ولی برای اینکه مطمئن تر بشیم یه بار دیگه هم رأی بگیریم ما که تهیه کردیم چه کسانی موافقید که در شبها از چشم‌بند استفاده بشه در شبها و خواب نیم خب من دو تا فعالیت باید انجام بدم امیرم همینطور هم عینکمو بردارم همینو بذارم خب من عرض بکنم برای اینکه مشکلات خود بیت
خودت تو چرا به من خود با من احتمالاً چون برای نوع لباس خانم ها این سخت باشه که بخواید در واقع اینو از رو سرتون رد بکنید و اینها، نه برای اینکه اینو از رو سر رد کنن به کلاهشون و اینها، من میگم پیشنهاد من به شما اجازه بدید. که بدبخت داره میگه بدبخت بعد خانم مردانه داره میگه شد با چسب بچسب راهشو داره میگه بفهمید قشنگ بچسب خون سرد و آرام. ببینید شما میتونید این کششو بی خیال شید، اینو بذارید روی صورت و اینجوری دو طرفشو نگه دارید، ولی سرها رو هم باید آره نگه دارید. آره چشمند برداشتین آدم دیگه میشه مریم مومن، چون از زیرش میشه دید. سر رو باید بگیرم پایین. آره هم چشمند بزنید هم سر رو پایین بگیرید. من پخش بکنم آقای علی مردم. بله البته من بگم فکر میکنم سنم از همه بیشتره. ما کوچیک شماییم آقا سید. نه البته میفه خدا تا بزرگم میشه داره 350 هیچی اصلا ما خرد. نه آقا بفرمایید اشته شما. هیچ کس امکان نداره آقا نگاه بکنه تو این بازی، اما این یه آرامشی میده به بقیه. بله به هر حال یه تعدادی از نفراتی که اینجا هستن این آرامش قشنگه، تمرکزشون رو نمیگیره حداقل. آره مافیا باید ور دارن کشه صدا آره در فینال فینالیست ها که دیگه بلده کارترین ها اومدن به این مرحله، گفتیم خب یه تغییری هم ایجاد بکنیم. بنابراین از اونجایی که همه نشون دادید که شهروندان قوی تری هستید، یکی از کارت های مافیا که مافیای ساده بود رو بهش توانایی دادیم. معرفی میکنم شما در کارت های مافیا یک پدرخوانده که قبلا هم بود، یک دکتر لکتر که قبلا هم بود، یک مافیای ساده که قبلا هم بود باز خواهید داشت و به جای یکی دیگه از مافیاهای ساده کرکتری خواهیم داشت به اسم جوکر. اینو هم برای شما میگم، البته شما راجبش قدری میدونید ولی تا حالا باش بازی نکردید، و برای بیننده های عزیزم در تیم مافیا جوکر به هر کس رسید در شبها اون فرد میتونه هر شخص دیگه رو دلش خواست انتخاب بکنه که زمانی که استعلامش رو کارآگاه بازی خواست بگیره معکوس میشه. یعنی مثلا اگر شما کارآگاه بازی هستید زمانی خواستید استعلام ایشون رو بگیرید آقای هاشمی رو، اگر جوکر قبلا ایشون رو به من نشون داده باشه در اون شب، اگر ایشون شهروند باشه من به شما علامت مافیا نشون میدم، اگر مافیا باشه من به شما علامت شهروند نشون میدم. هر نوع مافیا یعنی به پدرخوانده هم کار میکنه؟ اون که استثناست، اون همیشه اصلا منطقی، اون همیشه منفیه، اون در هر شرایطی منفیه، ولی بقیه شهر به غیر از پدرخوانده برعکس میشه. اگر خودش رو هم انتخاب کرده باشه استعلامش برای کارآگاه برعکس میشه. اداره انتخاباتش چند بار میتونه خودش رو چند بار میتونه انتخاب. خودش رو یک بار، یعنی در یک شب میتونه خودش رو، در واقع دو بار هم میتونه در دو شب دیگه و برای این سوال و شخص دیگه کار و تکراری. اگر حرفه‌ای شب بخواد بزنه و جوکر اونو شهروند مافیاش کرده باشه چه اتفاقه؟ ماهیتش عوض نشده؟ ماهیت عوض نشده؟ استعلامش. آره اگر شما کارآگاه باشید برای استعلام یک کمی آره نامطمئنی که جوکر فقط کارآگاه و سنوبت گمراه
ولی بازم دوستان 1-11 دیگه باید روند بازی و تیزهوشی و دقت خودتون احتمال این رو بده. مثلا اگر شما نقش کارآگاه دارید بگید احتمالا با توجه به بازی که دیدیم ممکنه که جوکر فلان شخص رو استعلامش رو برعکس کرده باشه. بنابراین وقتی که استعلام اون رو گرفتم هر چی دیدم یه خود احتمال برعکسش هم بدم. فقط دوبار مثلا اگر شما معتقدید یکی شهرونده و داره شهروندی بازی میکنه و شما کارآگاه بازی هستید استعلامش رو گرفتید مافیا به شما اعلام شده و هنوز نمیتونید باور بکنید، میتونید شب بعد دوباره استعلام اون شخص رو بگیرید. جوکرم دوباره اون رو تبدیل کرده باشه به معکوس. ما میتونیم خواهش کنیم هر شب این ابیلیتی رو داشته باشه غیر از دوبار. خب دوبار واقعا سه بار شد، یه بار خودش، یه بار خودش. نه اون وقت کارآگاه بیکار نیست، این کارآگاه نابود کار میافت، یعنی با کارآفرینی در چون شما شب سوم مطمئن باشید دیگه 5-6 نفر بیشتر نمودن، اون وقت دیگه کار کارآگاه میخود میشه، بی ارزش میشه. شد 1 خودش، 2 دیگران و تکراری هم میتواند. درسته؟ خب تکراری هم میتواند. آقا خداداد ببین چی داره نگاه میکنه، برزده خودش، برزده قبلش روی کارت نشونه گذاشتن. آقای عزیزی چه کنم؟ چقدر دیگه قاسشون کنم؟ به نظر من بسته. بسته؟ حالا بسته. نزدیکترین که در خونده اومد رو تو ستای رو، یه نگاه بزن ستای رو. بس دیگه یه دونه دیگه برو. اشتباه کرد لکتره، یه دونه اشتباه کردن دوباره برو. راست آقا باز ما میده به هم دیگه. آقا خداداد چشم کاغذ قلم ممنوع شد. کاغذ قلم ممنوع شد. آقا این رو دارم نگاه میکنم. کاغذ قلم تو خداداد آقا نداریم کاغذ قلم. چرا نداریم؟ برای چی نشون بخواه؟ من دوست دارم نوزدت استفاده کنم آقا. این کارآگاه هم من مثلا دوشم چون فینال فینالیست هست نداریم. این قانون از کجاتون در آوردید؟ از همون قانونی که وقتی چشمند نداریم آقا یه دور کامل زده میشه. من میخوام رو احمد یادم 11 نفر باید هم یادم نمونه اشته بودن. خب چشمه رو ببندیم آقا. من الان مافیا میرم بیرون خودم. من دیگه حافظه فینال فیانستاز حافظه آقا مذارت میشه من حواس هم بیشتر بازمونی شد. یا آقا بیا هر کاری دوست داره باید سواره ای نیستم بخواه. اصلا معلومی نیست از کجا میکنی؟ من داشته برگار کنیم بریم آقا چشمه رو ببن آقا شروع کنیم. ببندیم ببندیم بله شروع شده بازیم. بله چشمه رو ببندیم. سرارم بنازیم پایین، سرارم بنازیم پایین، سرارم بنازیم پایین. بازم اینو به هم میریزم. خب الهی امید.
متشکرم. خانم اجازه ببینید. به چشماتون یکم استراحت بدید. همدیگه رو ببینید. حالتون چطوره؟ حالی خوبی؟ تپش قلب ها بالاست یا پایینه؟ عادیه بالاست تپش قلب. میریم برای شب معارفه. چشم ها رو ببندید، سرها پایین. دو عینکدار عزیزمون هم عینکاشون رو بی زحمت بردارن. متشکرم. و سرها رو پایین نگه دارید، چشم ها رو خوب ببندید. مافیاهای بازی چشماشون رو باز کنن. پدر خوانده تایید نشون بده. دکتر لکتر تایید نشون بده. جوکر تایید نشون بده. و یک مافیای ساده تایید نشون بده. مافیا بخوابن. بیداش. شب معارفه تموم شد. روز سر صحبت خانم منجزی، انتهای صحبت آقای عزیزی. سلام، سارا هستم. خیلی خوشحالم که در جمع شما. چون سر صحبت با منه نمیتونم الان خیلی دقیق تارگت بزنم، ولی اول از همه به آقای سام درخشانی تارگت میزنم و آقای کامبیز دیربازم، چون تو دستای قبل یه ذره، ولی حالا زننمه دیگه. ببخشید. به چرخه تا بعد. شما هم مثل من قبول داری که جم جم جذاب و باحالیه. بهتون بگم که من گرداننده سختگیری هستم. نمیدونم چجوری باید بگم که اشتباه دارید میکنید. یعنی دکتر اینقدر مافیای هست، شما هستید. شما سه تا به نظر من الان تارگت های من. زیبایی داره این کار رو انجام میده. شما خیلی خوب بازی رو بلدین. در مورد وحید آقاپور داری اشتباه میکنی، به من اعتماد کن. این رسم این بازی نیست. اجماع کنیم روی ایمان. عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم. به این میگن کره‌گیری. من نمیخوام کشته بدی. موی اندک اندک با همین کلک همه شهرونده میرن اونجا میشن. اجماع کنیم دیگه. مافیا فقط بازی نیست. مافیا یک تجربه بیبدیله. سلام، آشا مهرابی هستم. خیلی خوشحالم که دارم دوباره باهاتون بازی میکنم. باورم نمیشه که تا اینجا اومده باشم. جای کسایی که خیلی بهتر از من بازی میکردن اینجا خالیه. کسی چالش نمیخواد. خب صرفا برای اینکه یه استارتی باشه برای بازی، من به آقای واشقانی عزیز تارگت میزنم و به آقای جولی عزیز، فقط برای اینکه شروع کرده بشه. مام سلام، من مریم مومنم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. کسی چالش نمیکنه.
خب من یه تارگت میزنم به آقای داوودنژاد عزیز و یه تارگت به ساره عزیز. امیدوارم به چرخه و نظرم عوض بشه. کسی چالش میخواد؟ الان که کسی من حسینم، خیلی خوشحالم کنارتون دارم بازی میکنم. ترجیح میدم الان مثل سریای قبل نگم چند نفر رو تا بچرخه مطمئن بشم. دست بعد که تموم شد رسید با آقای عزیز صحبت کردن، انشالله دو تا سه تا چهار تا مافیا معرفی میکنم. سلام، خوب باشید. خوشحالم در جمعتون بازی میکنم. من مجید واشقانیم. اول یه خواهش دارم، انتهای صحبت آقا ببخشید کی شد؟ آقای عزیز من میشه که چالش از شما بگیرم و بعد از شما صحبت کنم؟ من هرچی شما دستور بفرمایید. ممنونم، مرسی. یعنی زنبیل گذاشتم؟ فقط عشق بدید. چشم. آره زنبیل گذاشتم، ببخشید، مرسی. رضای داوودنژاد عزیز به تارگت میزنم و به سام درخشانی عزیز تارگت میزنم و به سرکار خانم مریم مومن. یه شلختگی در ترن اول اتفاق میفته همیشه برای شهروندا، این که ما تارگت هامون رو میزنیم بعد به انتها میرسه، هیچ گونه به یک اجماع نظر نمیرسیم. دوست دارم که بعد از اینکه خداداد عزیز صحبت کرد به یه اجماعی برسیم که بدونیم حداقل آدمایی که نسبت بهشون تارگت داریم میزنیم و تارگت هامون بیشتره بیان توی رأی گیری. من خب بخواهش می‌کنم. سلام، امیر هستم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی می‌کنم. خیلی ذوق زدم. امیدوارم بهمون خوش بگذره، به مخاطبم خوش بگذره. من دقیقاً با تارگت‌های شما موافق بودم و می‌خوام اونا رو تکرار بکنم. خانم منجزی پور خیلی داشتن اغراق شده در واقع میگشتن که مثلا مافیا رو پیدا کنه. این برای من مشکوک بود. من شکامو میگم که راجبش صحبت بشه و بتونیم شهر رو پیدا بکنیم. به آقای داوودنژاد هم مشکوکم، به خاطر نسکر میکنم که خیلی خوشو کشیده کنار و میخواد پنهان و غیر محسوس و بدون اینکه توجه کسی رو جلب بکنه بازی کنه. تو این دوستایی که صحبت کردن، حسین من دیشب بهت گفتم اینجوری بازی کنی من مشکوک میشم بهت، اونجوری که بازیته بازی بکن که باید بازی کنم. دمت گرم. خب عرض ادب، من کامبیز دیروازم. خیلی خوشحالم حقیقتا که تو این جمع شما هستم. اصلا فکر نمی‌کردم که تا اینجا بتونم بیام، جای همه دوستانی که نیستن خالی. منم خب طبق روال تا جایی که میدونید خیلی دور اول سعی میکنم که حرف نزنم، شنونده باشم. فقط شمایی که به حال تارگت به من زدین، سر دستم بودین، منم احساس میکنم یه جمله‌ای هم گفتی طبق بازی‌های گذشته، یعنی کامل نکردین جمله رو. الکی رو من نریز اگه که طبق روال گذشته است که من یواش یواش به درد این شهر بخورم. به چرخه، در خدمتتون هستم. سلام، سام درخشانی هستم. خیلی مخلصیم، خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم، علی‌رغم اینکه خودم باورم نمیشد که بالا بیام. و کسی چالش نمیخواد؟ نه، کسی نمیخواد. خب من معمولا ترجیح میدم که تو همین دست اول یه خود تکلیفمون مشخص بشه که بتونیم توی روز یه تصمیم گیری بکنیم، یه دونه از مافیا رو بدیم بیرون. چیزی که تا همین لحظه من متوجه شدم اینه که خانم منجزی حتما جز مافیا هستن، به این دلیل که اصلا تارگتشون روی من و کامبیز زدن. بعد الان نمیدونم چه کسی رضا داوودنژاد معرفی کرد، یه دونه لایک واسه ایشون دادن. اصلا علکی برای چی لایک دادین؟ اصلا رضا داوودنژاد کاری نکرده، حرفی نزده، علکی رد گم کنی یه دونه لایک علکی رو رضا داوودنژاد داد، پس معلومه که داره یه چیزی رو میپیچونه. حسین مهریان بر اساس بازیایی که توی پلتفرم فیلمو تونستم ببینم، به نظرم خیلی ساکتی و نمیدونم، شاید داری فرم بازی تو عوض میکنی، ولی به نظر من عجیبه. تو از اون آدمایی هستی که همون اول یکی دو نفر همیشه معرفی میکردی که این کارو نکردی. به نظر من تو هم میتونی مافیا باشی. کسایی که به نظر من تا این لحظه سفید اومدن بر اساس شناختی که روی یارای خودم دارم، وسط هر چالشی چی میخوای، خانم آشا مهرابی، خانم مومن سفید، مجید واشقانی عزیزم سفید، کامبیز سفید، خودم سفید، فرزاد حسنی سفید، خداداد خداداد عزیزی هم سفید،
فعلا اینا رو مطمئنم که سفیدن. بفهم. حواستون باشه. ممنون از چالشی که به من دادین. آقای درخشانی، اگر از اینجا ما در نظر بگیریم 6 نفر صحبت شده. من خودم اولین نفری بودم که به سارا جون تارگت زدم، اما از اینجا بعد تارگت کش شد. پس چی میشه؟ ایشون میشه شهر. خب شما یه تارگت از سارا گرفتین، بلند شدین سری جواب بدین، پس شما میشین بر ما مافیا. بعد آقای داوود نجات صحبتی نکردن، سر صحبتن ایشون بلند شدن سر صحبت، هیچ فکتی وجود نداره. یه تارگت به یار شما زدن، یه تارگت که انقدر زور نداره، به یار شما یه تارگت زدن. من فکر کنم شما بر من مافیاییم و یه ذره نوار خالی پر کردین و نمیدونستین چی باید بگیم. سر و ته صحبتتون رو فکر نمیکنم خودتون هم متوجه شده باشین. بر من شما الان مافیاییم. امیدوارم نظرم عوض شه. به نام خدا. سلام، فرزاد هستم. خوشحالم همتون رو میبینم کنارم. من خانم مهرابی رو کاندیدای اتهامم میکنم به حسین، اتهام میزنم که یه خورده فعالتر بازی بکنم و آقای سجاد هاشمی و امیر. و عوض میخوام من نشینم آخر. امیر. خانم مهرابی، حسین، آقای هاشمی، امیر. مرسی، ببخشید. من سید جواد هاشمی هستم و این سه نفر رو نمیدونم الان، چون هنوز صحبت نکردم. البته امیر مهدی صحبت کرده. از اینجا منم حس میکنم شما درست میگی آقای درخشانی، هم لبخنداش که خوبی تغییر کرده. نگاه کنیم خنده شدیم عذیت لبخنداش خوبی تغییر کرده و من بعید میدونم خانم منجزی مافیا باشه. سلام مجدد. سامی سوختی قشنگ کرده. اگه میشه چرا اینقدر دام، اگه میشه اینقدر دانا بودی بلند شدی. خب خانم منجزی پوری که گفتن بهت هم تارگت زده، یه دونه به این برگردوندی، منم یه چیز راجع به حسین گفتم، یه چیز راجع به این گفتی، شمردی شهر 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 شهر، 6 نفر حرف زدن، 8 شهر از توش در آوردی. اصلا اضافه کاری و زیاده کاری و DVD و فیلم های محترم مثلا سوختی داداش. جواب ندید لطفا. نفر من لازم نرسم که خودم دفاع کنم. بچه حواستون باشه، چیز مافیا مافیا دارن چیز میکنن، دست به یکی میکنن. از این آدمایی که الان اومدن رو من، حداقل دو سه تاشون مافیان و دارن من میسوزونن. من شهروند خوبتونم، نذارین این کارو بکنن. حواستون باشه، اینایی که الان با هم دیگه دست به یکی کردن دارن منو میندازن بیرون، من معلومه قشنگ مافیا نیستم دیگه. شما که با من بازی کردین میدونین من مافیا نیستم، شهروند خوبتونم هستم. نذارین این اتفاق بیفته دوباره، من نکشم، من علکی برم بشینم اونجا. مرسی. سلام جانم. سلام عرض میکنم، رضا داوود نژادم. من تا در یعنی میدونم که به چه علتی به اینجا رسیدم، برای اینکه هر موقع بازی کردم توی شهر آدم موثری بودم و تارگت های من، کسایی که من تارگت زدن، خانم مومن، آقای جولر رو 100% مطمئنم که جزء مافیا هستن. 100% مطمئنم، چون یه بازی کردن خیلی هم خاموش، خواستن منو تارگت قرار دادن و این بازی جفتشون رو به نظر من این دوتا رو مد نظر داشته باشین. سامی به نظر من تو سفید هستی. چالش دادین؟ من چالش گرفته. صحبت شما، بفرمایید. سامی جان شما خیلی سبک آژان منابگیر بازی کردی، شما شهروندی، ولی من خودم تو لحظه اول که دیدمت حس کردم مافیایی. خانم مؤمن شهر هستم، آقای واشقانی فکر می‌کنم مافیا باشم، آقای دیرباز مافیا، شما شهروندی. آقای حسین شما شهروندی یا مافیایی؟ میتونم با دیسکو لایک و دیسلایک کنم بگی مافیایی؟ آیا هاشم شما مافیایی؟ آیا جول شما مافیایی؟ شما مافیایی؟ آقای جولم مافیا. این سه نفر به نظر من مافیا بازی هستند.
عرض ادب و احترام، جکی جان خداداد هستم. ارادت دارم عرضم به خدمت شما که کامبیز با من بازی کرده، این از اینجا هم دوتا خانم با من بازی کردن، آقارزان با من بازی کرده. من کاملا با حسین بری موافقم. خانم ها اینجا تقریبا دو سه تاشون، از این سه تا دو تاشون سفیدن، حسین سفیده، اون دو تا جفتشون مشکوکن، ایشون 100% مشکوکه و به یه دلیل دیگه هم سید جواد هاشمی مشکوکه، چون این دو تا با هم دیگه هی کاور میکنن، هر چی که ایشون میگه ایشون تایید میکنه، جفتشون سامو محکومش کردن. به نظر من اگر شب اول میخواین به عنوان یه شهروند یکی رو بیرون کنید، از این دو نفر یکی رو تصمیم بگیرید بیرون کنید، به نظر من یا آقای ژوله یا آقای سید جواد، ولی به نظر من آقای ژوله که نزدیک ما هم هست اول بزنیمش از میز ما بره، تو رأی بدینش بیرون. اونایی که سفیدن کاملا مشخصه، من نمیدونم چرا انداختم روی رضا داوود نژاد، اصلا کاملا مشخص سفیده. اجازه میدید من بشینم؟ خواهش شما. من یکی جان هست میریم برای رأی گیری. شش رأی نیازه که کسی به دفاعیه بره. خانم منجزی بیسی لطفا. آرا صفر، دفاع نمیکنن. خانم مهرابی بیسی لطفا. آرا یک، دفاع نمیکنن. بفرمایید. خانم مؤمن آرا یک دو سه چهار، دفاع نمیکنن. بفرمایید. حسین جان بیسی لطفا. آرا سه رأی، دفاع نمیکنن. بفرمایید. آقا مجید بیسی لطفا. آرا برای آقا مجید یک دو سه، دفاع نمی کنن. بفرمایید. کامبیز جان بیستید لطفا. صفر، دفاع نمی کنن. سام عزیز بیستید یک، دفاع نمی کنن. سام یک دو سه، دفاع نمی کنن. بفرمایید. فرزاد جان بیستید لطفا. صفر، دفاع نمی کنن. آقا سید جواد جان بیستید یک رای، دفاع نمی کنن. یک دو سه رای، دفاع نمی کنن. بفرمایید. امیر مهدی جان بیستید لطفا. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت رای، دفاع میکنن. بفرمایید. آرزا جان بیستید لطفا. یک رای، دفاع نمی کنن. آقا خداداد جان یک رای، دفاع نمی کنن. متشکرم. آقا جلو تک دفاع هستید، بفرمایید. این دنیا دیگه به درد نمی کنید. عده حال بده رو در نیاره. مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ الان تو اینجا تا دوستان اینجا هیچ کس راجب من ببخشید، در فینال فینالیستا هستیم، صحبت کنید، اکت بدید، جریمه میکنم. مطمئن باشید جریمه میکنم. هیچ تعارفی هم ندارم، همتونم دوست دارم. تا اینجا هیچ صحبتی راجع به من نبود، یهو الان من تو دفاعی 8 تا رأی دارم. آقای عزیزی مگه شما نمیگفتی من شیوه بازیم اینجوریه که روز اول فقط گوش میدم و روز دوم وارد میشم؟ الان چی شد که بلند شدی 4 تا مافیا گفتی؟ حسین من به تو میگم تو چیز بازی کن، تو بلند میشی 4 تا مافیا میگی، از اونجا سکوت میکنی، بعد حسین به آقای واشقانی و آقای کامبیز دیرباز اتهام زد و شما گفتی من تاییدش میکنم، صفر رای و یک رای آوردن. چجوری ممکنه که اول میگین حمایت میکنیم و حمایت نمیکنیم؟ چه ادله و استدلالی اومد برای اینکه من مافیام؟ فکت بیاری، من خودم هم به خودم رای میدم. سامی که الان بلند شده اونجوری خودش شو کرده، 8 شهروند معرفی کرده و چیز کرده، این ازش رای نه رای دو تا دونه سه تا دونه رای آورد و من اینجا تک دفاع 8 رأی آوردم. در خدمتتون هستم. شهروندا دستتون تو جیبشون باشه. همینجوری اگه دفاعتون تموم شده تک دفاع هستی، همون ایستاده باشید لطفا. بله بله. رأی برای خروج آقای امیر مهدی ژوله. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. یک دو سه چهار پنج شش
7 رای. همینگه بازی. همین مهدی جان بیا کنار من عزیزم. یک کارت 1-6. 6. 6. هر چه قرمز. مقابل چه کسی باشه که فردا در روز بدون حتی هیچ رأی به دفاع بره. شما فرش قرمز دارید. به افتخار آقای جوری دست بزنید. شکرم. بیرون بازی کاملا حرفه‌ای بدون هیچ کنش و واکنشی نظاره‌گر ادامه بازی باشید. شب می‌شود. چشم‌ها رو ببندید. سرها رو پایین بندازید. لطفاً. کاملا سرها رو پایین بندازید. متشکرم. دکتر بازی بیدار شه. یک نفر رو نجات بده. در طول بازی خودش رو یک بار، بقیه هر چند بار میتونه نجات بده. دکتر بخوابه. سرها پایین. چشم‌ها به خوبی بسته. سرها بیشتر پایین. متشکرم. تیم مافیا بیدار شد. تیم مافیا مشورت کنن. تصمیمشون رو بگیرن. دکتر لکتر چشما رو خوب ببندید. جوکر شخصی رو به من نشون بده که میخواد استعلامش برای کارگاه برعکس بشه. تیم مافیا بخوابن. کارگاه بازی بیدار شد. استلام یک نفر رو از من بگیره. جوکر شخصی رو به من نشون بده که میخواد استلامش برای کارگاه برعکس بشه. کارگاه بخوابه. حرفه‌ای بازی بیدار شه. آیا حرفه‌ای میخواد شلیک کنه؟ در ترن اول اتفاق میفته همیشه برای شهروندان. این که ما تارگت رو میزنیم بعد به انتها میرسه. هیچ گونه تصمیم بگیرم با سرها پایین، چشم‌ها بسته، سرها پایین. آقای باشتگانی فیلم من مافیا باشم. من کاملا با حسین موافقم. آقای دیگه باز مافیا به جفتشون مشغول کرد. آیا هرمی میخواد چه دیگه Beware, they want to kill you. Hasta la vista, baby. حرفه‌ای بخوابه. حرفه‌ای بخوابه. روان پزشک بازی بیدار شه. میخواد سکوت یا طول درمان به کسی بده؟ بخوابه. سر پایین. جان سخت. آیا استلام وضعیت میخواد؟ آیا جان سخت استلام وضعیت میخواد؟ جان سخت بخوابه.
سه، دو، یک، رو. نتایج اتفاقات شب گذشته رو خدمتتون اعلام میکنم. روانپزشک سکوت و طول درمان برای کسی تجویز نکرد. جان سخت صلاح ندونست استعلامی بگیره. و اما کشته شب، خداحافظی میکنیم با جناب یا سرکار، سرکار خانم یا جناب آقای سید جواد عزیز، من خیلی دوست دارم، دارم اذیتتون میکنم. خداحافظی میکنیم با دوست عزیز و گلم فرزاد حسنی، به افتخارشون دست بزنیم. شکرم. بدون وصیت. و همینطور خداحافظی میکنیم با یک کشته دیگر. به هر حال شبی که دو کشته داشته، جان سخت هم استعلامی درخواست نکرده، روان پزشک هم به کسی سکوت نداده، بنابراین باید خداحافظی کنیم با جناب آقای مجید واشقانی. بله، به افتخارشون دست بزنید. بازم دست بزنید جمع ما رو. خب سر صحبت سرکار خانم مهرابی، انتهای صحبت سرکار خانم مجید. خانم مهرابی بیستید، بفرمایید. فکر میکنم که بله. خواهش. چه شهری داری؟ دوتا مافیا بیرونه یه شهرمند، شک نکنید. حرفه‌ای زده ترکونده ها. آقای واشقانی 100% مافیا بود، چون آقای واشقانی بسیار فن بیان خوبی داره. ولی من یک بار مافیا شدم، فهمیدم زمانی که مافیا میشی اصلا استرس میکشتت. خانوما کلن سفیدن، چون خانما اگر مافیا بودن کلن استرس کشته بودشون. حسین سفیده، سام سفیده، سفیده و این دوتا موندن. درست برنامه خیلی زود تموم میشه، ولی به نظر من آقای سید جواد که من قبلش هم گفتم با سامی مشکل داره، آقای استاد رفتن بیرون شده. یه دونه فکر میکنم کامبیز مونه، رو کامبیز یه ذره مشکوکیم. ولی بفرمایید. بله، من البته روی آقای واشقانی نمیتونم خیلی مطمئن باشم. نمیتونم خیلی مطمئن باشم. برای همین یه ذره شک دارم که الان ما در واقع دو تا مافیا بیرون داریم یا یه دونه. اما دوست دارم که این بار تارگت بزنم به آقای دیرباز عزیز، ببینیم که چطور میشه. خب آقای خدا داده جنگی، من نمیدونم چرا داری منو تارگت کش میکنی. واقعا نمیدونم. همینه آقا، تارگت کشه یا تارگت کشه؟ کش. من هم شک دارم که واقعا واشقانی جزء مافیا بوده یا نه. من حس کردم همون اول، فکر کردم شاید حرفه‌ای باشه و زده باشه. تو توی بازیت معلومه که شهروندی بدون شک، خیلی خوبم تشخیص میدی، معلومه که خوب تشخیص میدی. من اگر مافیا هستم منو بزنید. الان دفاع که اصلا یعنی دفاع خودم کردم کاملا. من اگر مافیا هستم منو بزنید. فکر میکنم وصیت قبل از مرگ بکنم. اصلا یعنی دفاع خودم کردم. فکر میکنم وصیت قبل از مرگ بکنم. احساسم اینو میگه که آقا رضا باشه
از ایشون عقب‌گرد کردم به خاطر اینکه دفاع خیلی جانانی خودش کرد. مطمئنم که حسین مهری شهرونده چون تغییر ذائقه نداده. ولی راجع به من اینجوری فکر نکنید، خواهش میکنم نریزید روی من. و یکی از خانم‌ها حتما مافیاست. آقای هاشمی، شما الان همه رو شهروند گفتین، خودتون موندین. یعنی یه جوری شد که همه آقایون رو شهروند اعلام کردین، فقط خودتون موندین. مثل این که خب از خانوما یه نفر مافیا، اون یه نفر دیگه مافیا. شما دیگه، خب شما الان شدین مافیا. بعد یار نمیتونین بخرین دیگه، اینجای بازی کتاب باز شده، اینجا نمیشه یار خرید. من با شهر اجماع میکنم، به هر اجماعی رسیدیم، منم پشت دستتون بازی میکنم. فقط برای اینکه گره بازی باز بشه از جان سخت خواهش میکنم که استعلام بگیرم. کسی چالش میخواد؟ بین اجماع کنیم آقای دیرباز رو بیرون کنیم، تموم شه. همون جوری که آقای عزیزی گفتن، خانم‌ها سفیدن، شما دو نفر کاملا سفیدیم و شما هم سفیدین. اجماع کنیم آقای دیرباز رو بیرون کنیم، بعدش هم آقای هاشمی، و بعدش خیلی شیک بریم دست دوم بازی کنیم و تموم شیم. علت هم میگم، لحظه ای که آقای هاشمی مجید واشقانی رفت بیرون، که مجید واشقانی به قطع مافیاست، رفتش بیرون، آقای هاشمی ناراحت شدن، چون همون لحظه احساس کردن که شهر رو باختن. جواب نده، جواب. احساس کردن که شهر رو باختن. کامبیز دیرباز عزیزم بیشتر از همه خودش رو حفظ کرد، ولی متاسفانه مافیا هم، با اینکه خیلی دوستشون دارم، این دو نفر ما بیرون کنیم بازی تموم شده. واسه همین به اشتباه اصلا نیفتیم که بگیم آقای داوود نژاد یا خانوما برن سراغ هم دیگه یا سام، این تموم میشه بازی. خب چالش کسی میخواد؟ بفرمایید هاشم. آقای سام درخشانی صد مافیای منن. آقای مهری، دقیقاً شما اومدین کاور کردین مافیا رو و من شما رو 100% چون شما آدم باهوشی هستین، شک ندارم شما آدم باهوشی هستین. آقای سام درخشانی لحظه اول که چشاشون رو باز کردم من مافیا دیدمشون. لطفاً فکتی که میارین منو قانع کنین، چون شما مافیایین، شما مافیایین و شما مافیایین. خب همینطور که حسین هم گفت، من خلا ما با هم بازی کردیم، 6 دست بازی کردیم. چه استرسی الان داری در من میمونی که داری میگی فلان مجید فلان این حرفا؟ خانم خیلی تابلوه دیگه، الان این حرفی که الان زدی پاشو ریختی رو سام، اصلا خیلی تابلوه که شما خودتون دارین در واقع ذهنها رو پرت میکنین این بر. از نظر من 110% شما مافیا هستی. شما با وجودی که به من تارگت زدی، ولی از نظر من شهری کاملا هم سفیدی و اشکال نداره اگه میخوان اجماع کنیم در موزین یه روز دیرتر شهر برنده میشه، ولی من شهروند نمیخوام یه کوچولو ممکنه به درد بخورم، نمیگم خیلی به درد بخورم، ولی اشکال نداره بکنید یه دور دیرتر فروش برنده میشه دیگه، اتفاق خاصی نمیفته. بچرخ. ببین خانم منجزی، وقتی شما پا میشین به اشتباه به من تارگت میزنیم و به آی درخشانی، من همون اولش بلند شدم، اولین کسی که راجبش حرف زدم آی درخشانی بودش که گفتم داریم به سبک آژان منو بگیر بازی میکنیم. وقتی که شما این اشتباه رو میکنی، مافیا میادش این وسط بازی رو یه ذره عوضش کنه، شما رو میکنه 110% مافیا. پس وارد این من خواهش کردم که وارد این بازیه نشین. الان آقای کامبیز دیرباز، بعدم آقای آشی، بازی هم تموم میشه. الان آقای کامبیز دیرباز، بعدم آقای آشی. بازی هم تموم میشه. راده چالش. من شک ندارم که کامبیز و آقای هاشمی مافیا هستن، مگه اینکه آقای مهری و آقای خدازده عزیزی مافیا هستن. اصلا در قیلی این صورت اصلا امکان نداره. برای همین با توجه به شناختی که به رفیق خودم دارم و یک شناخت که میشناسم، وقتی که مافیا نیستش، حتی در لحظاتی که از خودش نباید دفاع کنه، از خودش ریاکشن نشون میده. یعنی همش اینجوری میکنه، چرا فلان این حرفا، ولی الان
فقط ریلکس نشستی، خود استرس هم گرفته چون بالاخره بازی حساسی هم هستش. من فکر میکنم که کامبیز مافیاست. سید جواد هاشمی هم به نظرم خیلی عصبیه، همین الان یه گرمایی داره ازش به من میخوره. من خیلی هم یخم. نه اون یخی مال اولش بود که استرس گرفته بودی، ولی الان خودت آتیشی شدی. به نظر من حرفه‌ای خوبی که داریم، من فکر می‌کنم که تو روز کامبیز رو رگگیری کنیم بدیم بیرون، شب هم حرفه‌ای سید جواد بزنه بازی تموم شه. سید بله بفرمایید. ببین این راست میگه، درست میگه، منتها این پرپری که من می‌زدم الان چند بار آقای علی مردانی گفت الان فینال فینالیست‌هاست. نصف پرپرای ما غلط بود، اون محبت می‌کرد ایراد نمیگرفت. الان خودمون رو جمع کردیم، مثلا خیر سرم داریم حرفه‌ای بازی میکنیم، ولی تو درست میگی من خیلی پرپر بال میزدم. این که دارم نمیزنم به خاطر این نیستش که من مافیام نشستم اینجا کون رفیق. اصلا استرس دارم میبینی خدا وکیلی. اتفاقا تنها دستی که استرس ندارم همین دسته، چون تموم شده رفته پیکارش. ولی اشکال نداره اجماع کنید آقا منو بدیم بیرون، بریم بیرون کارگاه جان سخت استعلام بگیره، یه دور دیرتر میبره شهر دیگه چه اتفاقی میفته؟ متشکرم. دقت بفرمایید در انتخاب کلمات، منظور شما از حرفه‌ای مسلما در این جمله کاربلد بود، چون این در واقع نقش رو در بازی داریم. دقت بکنید چون برای بیننده ها شایبه ایجاد نشه که اطلاق به وجود اومد. چی میگی خانم مومن؟ چرا الک من میخوام بگم این که شما میگی شما شهروند داری معرفی میکنی، چیکار باید بکنم؟ من باید چیکار بکنم؟ نه باید شهروند معرفی بکنم؟ شما چرا شهروند معرفی میکنی؟ آقای خداداد عزیزی خیلی محکم حرف میزنی، یه خورده فکر کن، یه خورده شک بکن، شاید داری اشتباه میکنی، یه خورده شک بکن به اینکه ممکن اشتباه بکنی. من شهروندم، خیلی محکمم شهروندم، شکم نکنید که شهروندم. این که چه کسی، من از اولش گفتم من فرصتی پیدا نکردم به جز اینکه دو بار حرف زدم، این دوبارم گفتم رضا، هنوزم ازش عقب نمیکشم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. یکی از خانوما رو گفتم چرا میگی من دومیش خودتی، برای چی این حرفو میزنی خانم مومن؟ نه واقعا تعجب کردم. آخه این دفعه واقعا خواستم یه خورده کمتر حرف بزنم، مثل دفعات پیش نشه که همه هجوم آوردن روی من. یعنی توی قسمت‌های قبل همه هجوم آوردن، گفتم شاید این دفعه بازیم رو یه خورده عوض بکنم. ولی اینکه آقای خداداد عزیزی قطعاً بدون اشتباه کردی و قطعاً بعد بازی این رو متوجه میشی، ببخشید. خواهش میکنم. من معذرت میخوام شما، ببخشید، ولی بازم من هنوز رو شما هستم، شما مافیایید. اما اگر رای گیری کردیم جان سخت عزیز استعلام گرفت، شما رفتیم بیرون، من تارگت بعدیم رو به شما میگم. من خانم مهرابی رو به شما میگم، یه کوچولو روش سوسو منم، یه ذره هم روش فکر کنید. حالا من اول با شما اجماع میکنم روی آقای هاشمی، میگم اگر چه این اتفاقی نیفتاد حواسمون به خانم مهرابی هم باشه. بعد شما میگی شهروند معرفی نکردی، من دارم با شهروندا بازی میکنم، رأی میدم. جواب ندید. منم با شهروندا بازی میکنم، میگم اجماع میکنم، رأی میدم، هر چیزی که تصمیم بگیرن شهروند. انتظارم انتظار عجیب غریبی نیست، فینال فینالیست هست. خواهش میکنم متمرکز بشید، در نوبتتون جوری حرف بزنید که وقتی دیگران حرف میزنن بتونید تحمل بکنید، حرفاتون رو زده باشید. اگه فکر میکنید چیزی اینجاتون میمونه قبلش بهش فکر بکنید. متشکرم. کامبیز دیرباز عزیزم، تو وقتی که شهر بازی بکنی تا آخرین قطره خونت برای شهرت هستی، و وقتی که مافیا بازی بکنی تا آخرین قطره خونت برای مافیا بازی بکنی، این حسن بازی بکنی و مافیای 100% بازی هستی. سید جواد من و شما و بیننده ها میدونیم که شما مافیا هستی، بچه هم داده دیگه میفهمن. روز هست؟ باشو آقا سید، شما به من گفتی که آقای جوله هم گفت، شما گفتی که من همیشه دست اول چالش نمیدونم، من یا تارگت نمیدونم، من پشت دست حسین مهرو و یه بلوفی هم زدم، بلوف هم گرفت، هم جوله رفت هم آقای واشقانی رفت. سر کامبیز دو به شک بودم، ولی شما وقتی اومدی پشت آقای جوله شما هم 100% از نظر من مافیایی. و اینی که خیلی داری پر میزنی به گفته
کامبیس که آقا من نیستم خدا داد بعدش میفهمی، من بعدش میفهمم که شما 100% مافیایی. در مورد خانم سارا خانم، چرا همه چی رو به هم میریزی که این نیست اون نیست؟ شما یه کاری امشب ما انجام بدیم، همین الان آقای جواد آقا رو با رأی بیرون کنیم، شب مافیا یه دونه رو میزنه، آقا جواد میره بیرون، میشن 3 مافیا بیرون، یه شهروند. شب مافیا میزنه، میشن 2 شهروند، 3 مافیا. استعلام بگیره جان سخت، اگر غیر از این بود من مافیا، منو بزنین. حسین 100% سفیده، کامبیزم که یه عادت خیلی قشنگی داره، برای همین مشکوکه. بازی قبلی هم که مافیا بود میگفت که وقتی میخواست از خودش دفاع کنه میگفت که حالا من برم یه روز دیرتر یه روز زودتر میشه این اتفاق. کامبیز اینا دیگه سوخته، اینا دیگه ما با تو کلی این بازی چهارمونم، ما رو سیا نکن، ما خودمون کارخونه زغال فروشی داریم مشهد 7 همه رو اینجوری سیا میکنیم با زغال. بفرمایید. آقای خداداد عزیزی، شما گفتیم که آقای داوود نژاد سفیده، میشه به من فکت بدین لطفا؟ من برای من سفید نیستن آقای داوود نژاد، آقای سام هنوز برای من سفید نیستن. اگه باز بیام پشت دست شما، اگه ببازیم شما گردن میگیرین؟ باشه من پشت دست شما بازی میکنم، اشکال نداره. پس شهر ببینیم چه اتفاق میافته. رای گیری میکنه. من خیلی خودم نگه داشتم که خنده نخندم، ولی از خنده خانم مهرابی خندم گرفت. خانم مهرابی بیسید لطفا. آراب خانم مهرابی دفاع نمیکنم، بفرم. خانم مؤمن دفاع نمیکنم، بفرم. حسین آقا خیلی رای بدم بخندی. شما سکوت انضباطی، دفاع نمیکنم، بفرم. آقا کامپیس 1, 2, 3, 4, 5, 6 دفاع میکنم، بفرمایید. میتونیم آراشو ببینیم، البته فرش قرمز دارن ایشون، آراشون هم میتونیم ببینیم. به هر حال شما دفاع میکنید. آقا سید جواد جان هاشمی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 دفاع میکنید. آقا رضا جان دفاع نمیکنید، 1 آقا خداداد جان 0 دفاع نمیکنید. خانم منجزی دفاع نمیکنید. ابتدا آقای کامبیز دیرباز دفاع میکنن، بعد ازشون آقای سید جواد هاشمی هست. اصلا فکرش نمیکردن روز غزال تیزپای فوتبال ایران منو بشه مارک پوستیش دیگه کنه. چرا اینقدر منو داری؟ چرا میری من که تو که 100% شهری، چرا میریزی رو من آخه؟ اصلا چرا میریزی؟ اشکال نداره بریزی، من همه حرف خدا رو میزنم. ولی خدمت شما عارضم که دفاع خاصی ندارم، فقط حواستون باشه که ما الان 3 توی رای گیری هستیم، پس بنابراین رای ها رو نشکنین. اگه قراره که اجماع کنین حتی رو من، اجماع کنین که رای ها شکسته نشه، چون 3 و خیلی خطرناکه. یه دونم الان سکوت انضباطی داریم، حواس میتونن رأی بدن سکوت انضباطی، حق رأی به هر حال آره شکسته میشه صحبت. اگر هر اکتی داشته باشید جریمه خواهد. اگر منم حتی اگر منم مواظب باشین که شکسته نشه، 3 توی رأی گیری هست. ان شاء الله که شهر سری بلد بشی. بفرمایید. آقا سید جواد هاشمی دفاع بفرمایید. ای کاش جان سخت واقعا استعلام میگرفت. من فکر میکنم 1 یا 2 مافیا این وسط خیلی خوب دارن بازی میکنن. من میرم بیرون و حتما رأی گیری بکنید، چون واقعا تعجب کردم. حتما توی جنس بازی اینجوری نکن خدا داد، تو واقعا داری اشتباه میکنی، اشتباه کردی. بعدا بالاخره فیلمو میبینی. میرم بیرون چون شهر بالاخره وضعیتش خوبه، ولی خواهید دید که این اشتباه البته جبران پذیره به خاطر اینکه زمان خیلی داری، ولی خب همچنان میگم اگر من رفتم بیرون به رضا توجه بکنید. ببخشید. متشکرم. بله. من تو دفاع خودم میخوام دوباره روشنتون کنم روی 2 که از خودشون دفاع کردن. اگه دقت کنین کسی که مافیا هستن بهشون اتهام میخوره، وقتی بلند میشن فقط از خودشون دفاع میکنن.
هیچ وقت نمیان بگن کسای دیگر رو مثلا معرفی کنن، بگن بابا من نیستم، اینه میدونی؟ یعنی اگه من باشم وقتی شهر باشم میگم آقا چرا دارین اشتباه میکنی؟ من نیستم، دارین اشتباه میکنی، به خدا اینه، نمیدونم فلان. حالا قسم که نمیشه خورد، ولی میای رو کس دیگه ای زوم میکنی. ولی اینا وقتی که بلند میشن اکثرا که زیادم حرفی ندارن واسه گفتن، بعدش هم این که دفاعشون بر اساس خودشونه، انقدر ناراحتن از این که لو رفتن فقط خودشون دفاع میکنن. به نظر من دوتا مافیا، سه جواد و کامبیز، دکترم منو لطفا شب سیف کن. خیلی من آقای عزیزی خیلی اکت دارین تو دفاعی ها، خیلی زایی هست در این سطح، چرا اکت میدید تو دفاع ها؟ نه بخوابی؟ بخواب نیمروز میریم، چشمها رو ببندید، سرها پایین. وقتشی که کوسه با دریا خدافیزی کنم و بره سر وقت گرگا. جدید اسمش چیه؟ ستاره. من یه قدمی المپیک کشتی رو گذاشتم کنار. من اینجا یه کار خیلی مهم دارم، کاره برام مهمه، آدمی که دارم براش کار میکنم مهمه، پولی که دارم میگیرم مهمه. ما مهم نیستی؟ مطمئنم یه گندی بالا میاری سیاوش. این یه کاسه زیر نیم کاسه هم. دوتا احمق اومدن تمام ضعفمون رو مفت و مجانی به اون نشون دادن. اگه اشتباه میکنم بلنشو محکم بزن تو دهنه برد. خودم با اینطور میکشم. اللهم نید گناهیم ابراهیم تطلیم. دورمون رو بکنیم ساخت و باخت، گوش نکنی میدی تو اینجا باخت، گوش کنی با کیفیت ایران ساخت. نه غلام ساخت ایران سه. سرها رو پایین بندازید. خب سه نفری که در دفاع هستید نمیتونید رأی بدید، حق رأی ندارید. هر کدومتون هم میدونید که به یکی از این سه کاندید میتونید رأی بدید. آرا رو میبینیم برای آقای کامبیز دیرباز. دست ها پایین. آرا رو میبینیم برای آقای سید جواد هاشمی. سید جواد من و شما و بیننده ها میدونیم که شما مافیایید. دست ها پایین. شهردار بازی چشماشو باز کنه. آیا رأی خروج میدی؟ آیا ملغا میکنی؟ آیا هیچ کاری نمیکنی؟ شهردار بخوابه. از خواب نیمروز بیدار شد. خب در این چرتی که زدید جناب آقای سام درخشانی صفر رأی آوردن، آقای کامبیز دیرباز دو رأی آوردن و آقای سید جواد هاشمی چهار رأی آوردن. آقا سید کنار من بایستید. شش نداریم، یک تا پنج. یک مسیر سبز. چه کسی فردا با هر تعداد رأی به دفاع نره؟ بله یک مسئولیت میتونید به کسی بدید که اگر در میزان اتهام قرار گرفت و آرایی بهش داده شد به دفاع نره. سامی هر دوتا رو بگیره بود. به افتخار آقای هاشمی دارم. بسیار شب میشود. چشم ها بسته، سرها پایین. دکتر بازی بیدار شه. دکتر شهروند ها یک نفر رو نجات بده.
در طول بازی خودت رو فقط یک بار، دیگران رو هر چند بار میتونی نجات بدی. دکتر بخوابه. تیم مافیا بیدار شن. مشورت کنن. من در نهایت شلیک پدرخوانده رو خواهم دید. جوکر، میخواد استعلام چه کسی برای کارگاه برعکسی اونو به من نشون بده. متشکرم. دکتر لکتر، یک نفر رو نجات بده. در طول بازی خودش رو یک بار، بقیه رو هر چند بار میتونه نجات. تیم مافیا بخوابن. کارگاه بیدار شد. استعلام چه کسی رو میخواد؟ کارگاه بخوابن. کارگاه بخوابه. حرفه یه بازی بیدار شد. آیا میخواد شلیک کنه؟ آیا حرفه ای میخواد شلیک کنه؟ حرفه‌ای بخوابه. روان پزشک بیدار شه. آیا میخواد به کسی سکوت یا طول درمان بده؟ بخوابه. جان سخت بیدار شد. آیا استعلام وضعیت میخواد؟ آیا جان سخت استعلام وضعیت میخواد؟ بخواب. روز میشود. روان پزشک درمان یا سکوت به کسی نداد. جان سخت استعلام گرفت. و اما خداحافظی میکنیم با جناب آقای رضا داوود نژاد عزیز. به افتخارشون دست بزنی. مرسی.
جان ما رو کش. و همچنین خداحافظی میکنیم با جناب آقای وقتایی که میگم جناب آقای احتمالاً منظورم خانومه، ولی همیشه هم اینطوری نیست. آقای کامبیز دیرباز و افتخارشون دست میدن حرمت بزرگتر بزرگتری سر شیطون و اما استعلام جان سخت. از شهروندها، شهردار بیرونه، شهروند ساده، از مافیا، هیچ کس نیست که بیرون نباشه. شهروند ها بردن. ببین رضا رو زدم، اگه من رضا میگفتم به شغل تو با جعبه میگفتم رضا رو زدم. ما که رو زدیم خبر چی؟ من اینجوری بازی کردم که مافیا رو بشناسن. والا خیلی خوب بود. روز اول ما خیلی اذیت شدیم به دلیل فرکانس های مزاحمی که داشتیم. حالا مثلا چون توی دریا هستیم احتمالا مال کشتی ایرانی، ارتش، سپاه، اطلاعات، خود این تمام این امواج رادیویی رو ما داشتیم و خب طبیعتا هاشفای ما هم همش با امواج داره کار میکنه. یه سری مشکلات این مدلی داشتیم. آره با بچه الان بیرون حرف میزدیم میتونیم 15 روز گذشت با زود گذشت. خسته نباش. زود میگذره. مرسی. مرسی مامان رضا جان. متشکرم. بعد از کاری که زحمت بچه‌ها نشون میدی. محبتت من. مرسی. بیار پسر بیا بذار. حالا دیگه
چی بگم، دلم خون از دست این بچه ها. چرا؟ بچه های خوبی بودن. راضی بودین از گروهتون؟ آره، از همتون. تک تک بچه ها خوب بود. حالا اشکم داره در میاد. در قلب منی زحمت همه بچه هاست، همه شون از دم. از خودت بگی تا همه شون قربونت فدات شم، دمتون گرم، خسته نباشید. داره به اسلام میرسه. بله خدا رو شکر تموم شد، خیلی هم خوب تموم شد، خیلی هم راضی بودیم، همه هم عالی بودن، همه رو دوست داشتم، خیلی گروه خوبی بودن این دفعه. تموم شد. یکی از بهترین و خفن‌ترین دستیارها و برنامه‌ریزای سینمای ایران است. درجه یک با اخلاق. تموم شد. راحت شدیم. 15 روز بخوابیم. آره. من بعد 15 روز میخوام بخوابم واقعا. بخوابیم. روش صحنه ساکت. بفرمایید دوستان. ما تنهاش پای بچه ها بود، بچه ها زحمت کشیدن، همه کار کردن، خسته نباشن، به همه خسته نباشید میگن. مسکمان برادرم بشناسید، خیلی خوشحالم که این پروژه رو واسه تون کار کردیم. کاری نکردم، زحمت همه بچه ها کشیدن، عوامل پشت دوربین. منم یه نفر کوچیک کنارشون بودم. مجید شوخی میکنه. آقا مجید نباشه کلن پروژه خوابیدن. همه اینا شایعه است. خسته نبود. جذاب بود دیگه، جذاب بود. این هم آدم خوبیه، مثل من 19 شب نخواهد. درسته، اوکی. آقای علی مدنی، 3 2 1 حرکت. چیزی نمیخواد بپرسی. رسیدیم به فینال فینالیستا. چه شب، چه فینالیستایی در فینال فینالیستا داریم. سلام علیکم، من شهر بازیه. فینال فینال کی فکرشو میکرد؟ من که باورم نمیشه تا این مرحله اومده باشم. آره عجیب غریبن دیگه. حالا یه خوبی که داری که ما بازی این بچه‌هایی که از فینال اول اومدن دیدیم، تماشا کردیم، اینا بازی ما رو ندیدن. خیلی هیجان دارم ببینم ما چجوری بازی میکنیم. نمیدونم که ما هم جوری بازی میکنیم. این در جریان نیستن. بهشون نمیگم این رازو. دیمی هستیم ما هم. ولی خود اونا هم نگرد. خیلی هیجان انگیزه مرحله پایانی مافیا. فکر میکنم اگر بیرو درستی بخوام بگم، همه این 12 تا شهرهای خوبی هستن، شهروندهای خیلی خوبی هستن. امیدوارم وقتی مافیا میشیم بتونیم شکست بدیم شهروندا رو. شاید شما بگید این چه حرفی آخه، منم واقعا دوست دارم که شهروندا برنده باشن، ولی حس میکنم توی این دوره از بازی ها به خاطر بجز خودم، به خاطر اینکه همه این هنرمندایی که به این مرحله راه پیدا کردن آدم های خوبی هستن، انقدر خوبن که دوست ندارن مافیا باشن. سخته براشون دروغ. برو بابا، من واسه زندگیم استراتژی نداشتم واسه مافیا داشته باشم. ولی من اون دفعه فکرم گفتم اصلا کلن این بازی رو نمیشناختم. اولین بار بود که کلن روز اول تمرین با این بازی آشنا شدم. بعد انقدر همه دیگه ماشاءالله قدرن و
هرچند که من مطمئنم که خیلی قدرتر از منم بودن که حالا به هر دلیلی نتونستن حضور پیدا کنن توی این فینال فینالیستا، خب خیلی براش هیجان دارم و اون دفعه هم گفتم بازم میگم خیلی بازی جذاب و دوست داشتنیه. همین که میبینی این مافیا هست، این دقیقا مافیا این خاصیت رو داره که هی خودش رو زیاد میکنه، گسترده میکنه. این مافیا هست. من یه بخشی از اونا رو که باشون چون بازی نکردم نمیشناسم، نه اینکه نمیشناسم، منظورم بازیشون رو نمیشناسم، ولی خیلی تعریف شنیدم، شنیدم که همشون خوبن، با یک گروپ خیلی خوب طرفیم. از حالا من واشقانی و برای بچه هایی که حسین مهری و اینا رو که قبلا بازی کردم میشناسم، اکتاشون رو کاملا تشخیص میدم، ولی جدیدا سختن دیگه، اونا ما رو دیدن ما اونا رو ندیدیم، یه خورده بی‌عدالتی هست به نظرم از قبل. بابا همش این شهر میبره، مافیا اصلا نمیبره، مافیا خیلی ضعیفه، واقع دارم میگم. این نشون میده که دروغ تا یه جایی میتونه آدم ببره جلو، یه جایی بعد میندازه. حالا اگه احیانا مافیا هم برد فکر نکنین که دروغ پیروزه، نه اینطوری نیستش، ولی واقعا مافیا ضعیفه. بازی میکنی متوجه میشی، اولش تو تعریفش فکر میکنی مافیا خیلی قدرتمنده. واقعا فکر نمیکردم اینقدر برام جذاب بشه این بازی، یعنی قبلا گفتم روز اول که بهم گفتن گفتم بذارید فکر کنم با شک، تازه رفتم نگاه کردم چند جلسه شو توی فیلمو که اصلا ببینم چی هست جریان، ولی رفته 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 احساس میکنم که چقدر شیرینه، چقدر بازی تمیزیه و چقدر میچسبه. من راست شو بخواین اگه قرار مافیا بشم دوست دارم پدرخوانده باشم، واقعیتش اگر قرار این طرف باشم دو تا نقش رو خیلی دوست دارم، یکی جان سخته و یکی هم کاراگاه. ببینید و لذت ببرید، همونطوری که من خودم میدیدم و بعد از دیدن اومدم بازی کردم، خیلی لذت بخشه. به لحاظ خود بازی مافیا بر من یه هیجان شکلاتیه. فینال فینالیستا یعنی تهش، شبهای مافیا فکر میکنم خیلی جذاب خواهد بود. هنوز ما جلوی دوربین نرفتیم، اما از همین حالا پیش بگم که میتونه خیلی جذاب باشه با ستاره هایی که خیلی هاشون رو خب من همیشه شاگردی کردم پیششون، شاید سن من بیشتر از بقیه باشه و فکر میکنم هم اینطوره، ولی حس میکنم توی جوانها هم اون شور، هم اون پختگی و هم اون زبدی و موشه فراوان وجود داره، برای همین هم بازی سخته هم بسیار دیدنی خواهد. خدا به خیر کنه، نمیخوام چیز زیاده بگم، ببینید کیف کنه، خیلی مخصوصه. خدا به خیر کنه، نمیخوام چیز زیاده بگم. سلام جوله خوش اخلاق دیگه گیرش نمیارین، جوله خوش اخلاق. دست اول برای سه دست آماده میخوایی، اول دست سه خواهی آماده میخوایی، چکار کنم؟ خوبه دیگه، فینال فینالیست هست دیگه، همه اومدیم بالا دیگه، دیگه میخوایم خوش بگذرونیم، یه ذره هم سرگرم بشیم، هم برای مردم یه برنامه جذاب بشه، انشالله که ما هم ببریم. نگاه کن چه شبیه جکی کنیم، تازه از اون خیلی خوشگلتر و جوانتر و کاربردیتر. این جکی جان ما، هی نزنیدش مثلا شب دست گرمی اولیش. من الان ذهنم مشغوله برای اینکه فهمیدم یه نقش جدید قراره اضافه شه و من اصلا هم الان تازه دارم باش آشنا میشم تو کل زندگیم، یعنی که دوباره نگرانی ها شروع شد. بعد اینقدر زبلن سر تمرین نیومدن، من که دیشب بده رسیدم تا 11 که ما نبینیم بازیشون. یه عمر ما هم بازی کردیم، فیلم فلان ها هم بازی کردیم.
انرژی مثبت بدیم، ایشالا که بتونیم دست اول قشنگ بریم جلو و تا دست سه همجور پر انرژی باشیم. من اومدم میشه جواد نشستم یه خورده مظلوم جلوه کنم. آره من فقط دارم فکر میکنم ریاکشن ها رو نگم. بابا اینا بازی های ما رو دیدن، ما بازی های اینا رو ندیدیم. بابا محمد رضا علی مردانی 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
دکتر بازی بیدار شه، کارگاه بازی بیدار شه، حرفه‌ای بازی بیدار شه، روان پزشک بازی بیدار شه. جان سخت، آیا استلام وضعیت میخواد؟ 3 2 1 روز میشود. شهروندها بردن. خواهش می‌کنم. آقا من کیو ببینم بگم دوست ندارم بابا. نه اصلا مگه رسید بهمون؟ مگه اصلا رسید بهمون؟ کارگاه بدبخت شدم. در که من تو رو مطمئن بودم تو حوشوله رو. اصلا مطمئن دیدی دو تا بلند شدم شما دو تا رو. شهروند ساده هیچ ابیلیتی نداره آخه، چیکار با هم میتونستیم بکنیم اینجا؟ حسین نایت میزنه دیده؟ نه نه نه، ببین حرفو عوض زد، من گفتم همه باید چشمند بزنه، چون دسته قبل ما با این جدیدا بازی نکرده بودم، یه ذره گمراه شدم، ولی خوب بود، همراه شدم با سری خودم جمع کردم. آجان منو بگیر داد، تو ریختی روش، تو ریختی رو، خب نه، تو کار درسته، واسه همه منم اونجا دیگه شکم هست. ولی آقا، عجب حرکت، من پشت تو اومدم، من پشت تو لف زدم، ولی این سه جوان تابلو بود از نظر من. تو میگی من نیومدم، جفتتون گفتین سام مافیاسی، حرفاتون یادتون میره، برو نگاه کن، هر دو تا تون اشتباه کردی. عجب بازیش، سرم بابا که در دسته داشتی همه رو مینداختی به جون هم. من چالش گرفتم که بگم نشه، چون اگر میافتاد یکی دو نفر شک میکردن داستان دیگه نمیشد. حسین اولش اومد انداخت رو اینا، من فکر میکنم که منم پشت سر حسین یه بلوف اومدم، چون شنیده بودم شهر رو خیلی خوب بازی میکنه. حالا واقعا خودم نمیدونستم شهر یا مافیاست، ولی من فکر میکنم معمولا شهرها وقتی صحبت میکنن بدون استرس و راحت، حسین خیلی راحت داشت صحبت میکنه، همه هم درست گفت بدون اشتباه. ببین مافیا وقتی بلند گفتم دیگه بلند میشی از خودت دفاع میکنی فقط. خیلی حرف زشته. چشمن نظر من دیگه باز میفهمم حسین حرفه‌ایه. آقا سر و صدا داره، این دست داره، بگی چشمن نظر من دیگه باز میفهمم حسین حرفه‌ایه. تو ما کجا آباد شد؟